آقای رضا پهلوی، اعتراضات میلیونی و اعتصابات سراسری قطعا نیاز به یه سازماندهی و یه رهبری داره. من از همینجا ازتون خواهش میکنم، به عنوان یک ایرانی خواهش میکنم، خیلی صریح اعلام کنید که شما میخواید رهبری رو به دست بگیرید. بعد از اون مطمئنم موج آدمایی که به شما میپیوندن میلیونی خواهد بود. اونجا میتونید راحت سازماندهی کنید. بالاخره مشاورایی دارید که کمکتون کنن. شما تنها گزینه نجات ما هستید. ازتون خواهش میکنم خیلی خیلی زود اعلام رهبری کنید. هر روزی که بگذره جوانای ما بیشتر کشته میشن، بیشتر اعدام میشن، بیشتر دستگیر میشن. جوانامونو داریم و مهرهایی که میتونیم ازشون استفاده کنیم و داریم از دست میدیم. ازتون خواهش میکنم زودتر اعلام رهبری. درود بر شما، به کانال خبری کیوسک خوش آمدید. همچون روال همیشگی کانال با مهمترین خبرهای امروز ایران همراه شما هستیم. دعوت میکنم ضمن لایک کردن این ویدیو و اشتراک گذاری اون با دیگران به منظور همرسانی بیشتر این اخبار روحی بخش در ادامه بیننده ما باشید. عناوین خبرها: گزارش سپاه محافظت کننده جان خامنه ای، لغو تمام دیدارهای رسمی به دلیل احتمال ترور. ریزش رژیم وارد مجلس شد، نماینده انقلابی به نفع مردم استفاده داد. و وحشت رژیم از بایکوت جشنواره فجر، آبروریزی بین المللی در انتظار جشنواره. لطفاً برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم. گزارش سپاه محافظت کننده جان خامنه ای، لغو تمام دیدارهای رسمی به دلیل احتمال ترور. در گزارشی محرمانه که به دست هکرهای بلک ریوارد رسیده، سپاه ولی امر که مسئولیت حفظ جان خامنه ای را دارد، در گزارشی به حفاظت کل کشور اعلام کرد دعوت از خامنه ای برای شرکت در نمایشگاه‌های مختلف ام از نیروهای مسلح و غیره تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نیست و شرایط حضور او به دلیل عدم امنیت حتی در پایگاه‌ها و شرایط پادگانی ممنوع می باشد. به دلیل شرایط بحرانی این روزها و همچنین احتمال ترور خامنه ای برای دومین بار توسط اسرائیل، نهادهای امنیتی رژیم تدابیر بسیار ویژه‌ای برای حفاظت از علی خامنه ای در نظر گرفتند. 6 ماه پیش در اواسط ماه ژوئن، رضا علیجانی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، برای اولین بار از ترور علی خامنه ای در کنار سد لاتیان پرده برمی‌دارد. او در مقاله‌ای ویژه در این باره نوشته بود سپاه حفاظت ولی امر، یعنی شخص خامنه ای، بالغ بر 12,000 نفر نیرو دارد. از سال 68 نهاد حفاظت از شخصیت‌ها در سپاه به 2 مجموعه تقسیم شد: سپاه حفاظت ولی امر که مسئولیت فقط حفاظت از خامنه ای و بیتش را دارد، و سپاه حفاظت انصار المهدی که مسئولیت حفاظت از بقیه شخصیت‌ها و نهادهاست. حراس از جان خامنه ای، علت اصلی تغییر مسئول سپاه حفاظت ولی امر به خاطر عمق نفوذ اسرائیل است. شنیده ها از منابع موثق داخل ایران برای اولین بار خبر داده که به تازگی به کاروان ماشین‌های حفاظتی آقای خامنه ای در مسیر سد لاتیان شلیک شده و بعد از آن هم بعضی مسئولین حفاظتی تغییر کردند. این اتفاق که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت رسیده، دقیقاً چند روز بعد از صحبت‌های تند نخست وزیر اسرائیل مبنی بر زدن سر اختاپوس در قلب ایران اتفاق افتاد. منظور از سر اختاپوس در واقع اشاره به علی خامنه ای است. انتصاب محمد کاظمی به ریاست اطلاعات سپاه و حسن مشروعی فر به ریاست سپاه حفاظت ولی امر برای چک کردن امنیتی این دو نهاد از نظر نفوذ جاسوسانه اسرائیلی است. ریزش رژیم وارد مجلس شد، نماینده انقلابی به نفع مردم استفاده داد. الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در نطقی علنی از هیئت رئیسه مجلس خواست تا با استعفای او موافقت کنند. او که پیشتر عضو سپاه پاسداران و تاکنون 4 دوره نماینده مجلس بوده و بسیاری از مواضع جنجالیش در ایران سالها خبرساز شده، در نطق امروزش گفته طبق آیین‌نامه داخلی مجلس هیئت رئیسه باید تقاضای استعفا را قرائت کند و اجازه تفسیر ندارد. تذکری هم آقای رئیس، من دارم محضرتون. مطابق ماده 91 بنده استعفامو تقدیم کردم خدمتتون. استدعا دارم قرائت کنید، چون طبق آیین‌نامه اجازه تفسیر هیئت رئیسه نداره. به محض تقدیم باید قرائت کنم.
او اردیبهشت ماه امسال نامه ای انتقادی علیه محمد باقر قالیباف منتشر کرد و نوشت او ضعف های مدیریتی دارد. الیاس نادران همچنین از کشدار رژیم در 3 ماه گذشته انتقاد کرده بود. در همین رابطه نماینده زاهدان در مجلس نیز در یک سخنرانی اعتراضی و بی سابقه مسئولان کشور را از بالا تا پایین بی عرضه خوانده. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در جلسه معارفه استاندار جدید سیستان و بلوچستان در انتقاد از دولت رئیسی گفت این دولت فقط خوب حرف میزند و خوب شعار میدهد. سفانه به استان سیستان و بلوچستان مثل فرزند ناخوانده نگاه میکنن دولت مردان. برای جناب آقای رئیسی چقدر تلاش کردیم؟ برای اولین بار اهل سنت و شیعه یک پارچه شدن، بیشون رأی دادن، چه قولهایی به ما دادن و به مردم دادن. جناب آقای دکتر مهدی چندین بار خدمتشون رسیدن، گفتم آقای رئیسی شما قول دادین به مردم عمل کنید. مردم استان سیستان و بلوچستان مظلوم واقع شدن. چرا هر شب به مزرگ بزنن که در شهر زاهدان در پمپ بنزین صف 2 کیلومتری برای گرفتن بنزین هست که مردم ما 4 ساعت تو صف بنزین وایستن؟ چرا مردم زنگ بزنن که من باید 2 ساعت در صف نان بیستم، 3 ساعت در صف کپسول گاز بیستم؟ وقتی به مسئولین کلان میگیم میگه قاچاق میشه، خورزه دارم جلو قاچاقو بگیریم. کی قاچاق میکنه؟ قاچاقو کی انجام میده؟ از کلان کشور میارن. اگر یک فردی به خاطر سیر کردن شکم زن بچهش 2 گالن بنزین میبره، 2 کپسول گاز میبره، 2 نون میبره، باید به کشتن بدیم در جاده‌های سیستان و بلوچستان، باید به آتش بکشیم این افراد رو. چی به داد مردم میرسه؟ جناب آقای دکتر مهدی در ستاد ملی مبارزه با کرونا تشریف داشتیم، گفتم آقای رئیس جمهور استاندار ویژه گذاشتیم، بگین وزرا ویژه ببینن. حضرت عالی مقصر هستیم قربان وزیر کشور که نمیتونیم از استاندارانتون به موقع دفاع کنیم. در دولت دولت برین دفاع کنید، به وزرای دیگه، به رئیس جمهور گله کنید. این دولت متاسفانه فقط خوب حرف میزنه، خوب شعار میده، در عمل نمره قبولی نداره. چه اتفاقی افتاده برای مردم ما؟ چرا اکشان مردم زنگ بزنه که آقا 50,000 تومان تو به حساب ما بریز، من میخوام داروی بچه‌مو برم بخرم، من میخوام نون برای بچه‌ام بخرم؟ به بدلا ما شرمنده این مردم هستیم. به علت بی‌عرضگی مسئولین در این کشور از بالا به پایین فرق نمی‌کنه. در روزهای اخیر اخبار مختلفی درباره وضعیت وخیم نیروهای انقلابی منتشر شده. اوضاع روحی خامنه ای نیز به همین دلیل بسیار بحرانی گزارش شده. خامنه ای تقریبا از 1 ماه پیش هیچ گونه سخنرانی رسمی نداشته. در ادامه انتقاد از عدم موضع‌گیری بعضی مقام‌های حکومتی در برابر معترضان، یکی از جانشینان رهبر جمهوری اسلامی در سپاه هم از سکوت برخی خواص در جریان اعتراضات سراسری انتقاد کرد و گفت که آنها انقلاب را تنها گذاشتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلام حسین غیب پرور جانشین علی خامنه ای در قرارگاه زمینی امام علی شامگاه جمعه 9 دی در مراسمی به مناسبت 3 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی از اعتراضات ماه‌های اخیر به عنوان یک جنگ ترکیبی نام برد که به گفته او از نبرد با داعش کمتر نیست. غیب پرور در ادامه سخنرانی خود با تاکید بر اینکه نباید در چنین شرایطی دچار تردید شویم، از دستگاه دیپلماسی به دلیل عدم برخورد انقلابی و از برخی خواص به دلیل سکوت و تنها گذاشتن انقلاب در اعتراضات اخیر شکایت کرد. این گونه اظهارات که در چند روز اخیر تکرار هم شده، در حالی مطرح می شود که پیشتر در بخشی از بولتنهای محرمانه خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری بلک ریوارد هک شده بود آمده بود که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با غلام علی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از نزدیکترین افراد به خود گلایه کرده بود که چرا برخی خواص سکوت کردند. وحشت رژیم از بایکوت جشنواره فجر، آبروریزی بین المللی در انتظار جشنواره.
محمود سالاری معاون امور هنری وزارت ارشاد با تاکید بر اینکه جشنواره‌های حکومتی فجر آبروی جمهوری اسلامی است، به کار دشوار برگزار کنندگان این دوره از جشنواره‌ها با توجه به تحریم آنها از سوی هنرمندان اذعان کرد. سالاری روز شنبه 10 دی با حضور در دبیرخانه 15مین جشنواره هنرهای تجسمی فجر خطاب به برگزار کنندگان این جشنواره گفت: جشنواره امسال با جشنواره‌های سال گذشته متفاوت است و من کار شما را یک جهاد می‌دانم. او با اشاره به تحریم گسترده جشنواره‌های فجر از سوی هنرمندان به دلیل سرکوب خونین اعتراضات زن زندگی آزادی افزود: از آغاز انقلاب جشنواره‌های فجر همواره حاشیه‌هایی را به همراه داشته و گاهی برخی بر طبل تحریم کوبیدند، اما امسال سال متفاوتی است. در حالی که هنرمندان معترض به صورت گسترده و به صورت گروهی یا از طریق اصناف جشنواره‌های حکومتی را تحریم کرده اند، معاون امور هنری وزارت ارشاد مدعی شد که منشأ تحریم‌ها خارج از ایران است. سالاری افزود که در خارج از کشور و همچنین در فضای مجازی اراده به تحریم جشنواره‌های حکومتی به شدیدترین حالت ممکن وجود دارد. پیشتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد فاش کرده بود که عادی شدن فعالیت‌های هنری در ایران که جشنواره‌های فجر هم مشمول آن است، خواسته مؤکد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. اما برخی هنرمندان از جمله مانی حقیقی، بازیگر و کارگردان سینمای ایران، به این خواست حکومت واکنش نشان داد. آقای حقیقی در ویدیویی خطاب به وزیر ارشاد گفت: ما عزاداریم و در چارگوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک میکنیم، وقتی نداریم برای تو برقصیم. مرتبط دانستن تحریم جشنواره ها با خارج از کشور در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته هنرمندان معترض و حامی مردم را در رشته های مختلف هنری سرکوب، ممنوع خروج و حتی بازداشت کردند. در حوزه های هنرهای تجسمی وجیه پریزنگنه، گرافیست و تصویرگر، یکی از هنرمندانی است که در جریان سرکوب اعتراضات سراسری در 9 مهر ماه در اصفهان بازداشت شد. این نقاش بعد از آغاز اعتراضات به خاطر گلدوزی جمله باید خونگریست روی لباسش به 6 سال زندان تعزیری محکوم شده است. این عبارت از جمله علی خامنه‌ای در جریان انتخابش به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده بود که گفت: باید خونگریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن مطرح شود.